ابو محمد غزالی، ابو حامد محمد غزالی یکی از متفکرین و اندیشمندان ایران در سال 450 هجری قمری در تابران شهر توس به دنیا آمد. غزالی تحصیلات خود را در شهر توس آغاز کرد، سپس به گرگان رفت و بعد در شهر نیشابور زندگی کرد. او در این شهر نزد استاد بزرگ جوینی به کسب علم و دانش پرداخت و به شهرت رسید. شغل پدر ابو حامد غزالی یا پشم فروشی بود، به همین دلیل به محمد غزالی شهرت پیدا کرد. غزالی در علوم مختلف زمان خود از جمله فقه، منطق و فلسفه تسلط داشت. او مدتی در خدمت خواجه نظام الملک بود. به دستور خواجه نظام الملک به مدت 4 سال در نظامیه بغداد مشغول به تدریس شد. غزالی از پیروان مکتب شافعیه بود و به این مکتب رونق خاصی بخشید. غزالی به مدت 34 سال به تدریس فلسفه، علم کلام، فقه پرداخت و با شهرتی که در بغداد کسب کرده بود به یک باره در او تحولی عظیم ایجاد شد و پس از 34 سال پرداختن به فلسفه آن را رها کرد و به زهد، عرفان، سیر و سلوک و خلوت نشینی روی آورد. غزالی پس از 12 سال دوری و خلوت نشینی و پرداختن به عرفان به جمع مردم بازگشت. او کتاب‌های بسیاری نوشت. از مهمترین آنها میتوان به کتاب کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین درباره تصوف اشاره کرد. سرانجام ابو محمد غزالی در سال 505 هجری قمری در سن 55 سالگی در شهر توس درگذشت و در روستای تابران توس به خاک سپرده شد. کلمات کلیدی: مترادف فارسی، مترادف انگلیسی، متفکر، فکر کردن، خلوت، تنهایی، تدریس، آموزش، تحول، تغییر دادن، تصوف، زاهد، پیروان، هوادار.